به نام خدا. با عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز، محمد یزدی زاده هستم از تیم ویپینگ. در خدمتتون هستم با قسمت سوم از پکیج آموزشی توسعه استریسک با برنامه نویسی AGI. خب رفقا، رسیدیم به قسمتی که باید بیایم بعضی از دستورات پرکاربرد AGI رو با همدیگه بررسی کنیم. بدون هیچ مقدمه میرم سراغ اون دستورات. من اون دستورا رو توی این سلاید براتون لیست کردم. توی سلایدهای بعدی هر دستور رو به صورت مجزا با همدیگه بررسی میکنیم و بعدش یک مثال عملی رو با همدیگه پیاده سازی میکنیم. دستور انسر و هنگاپ هستش که قبلا باهاش آشنا شدیم، جلوتر یه مقداری دقیقتر با همدیگه بررسیش میکنیم. دستور ورباس هستش برای چاپ یک سری از اطلاعات توی وربوس کنسول استریسک. اما دستور نه، پروپرتی ریکوست. اگه یادتون باشه تو ویدیوی اول بهتون گفتم که به محض فراخونی AGI استریسک میاد یک سری از متغیرهای کانال رو پاس میده به اون اسکریپت AGIتون. خب اون متغیرها به واسطه همین آرایه ریکوست قابلیت دسترسی دارن. اما دستور یا متد استریم فایل وظیفش اینه که یک فایل صوتی رو توی کانال پخش بکنه. دستور رکورد فایل هستش، همونجوری که از اسمش مشخص هست، به واسطه این دستور میتونیم یک فایل صوتی رو ضبط بکنیم. دستور گت دیتا هستش که به واسطه این دستور میتونیم یه سری اطلاعات رو از کاربر دریافت بکنیم. دستور سی نامبر و سی دیجیت هستش، برای پخش اعداد توی کانال ازش استفاده میشه. دستور گت وریبل هست که به واسطه این دستور میتونیم یک سری از متغیرهای توی کانال رو بهش دسترسی داشته باشیم. دستور ست وریبل باهاش میتونیم یک سری متغیر جدید ایجاد بکنیم و توی دایال پلنمون از اون متغیرها استفاده بکنیم. و در نهایت دستور اگزک که کارش اجرای دستورات دایال پلن هستش، اما جلوتر با اجرای چند تا مثال کارکردش رو بیشتر متوجه میشیم. بریم سراغ دستور انسر و هنگاپ. خب دستور انسر، همونجوری که قبلا هم بهتون گفتم، کارش اینه که در حقیقت به کانال ما پاسخ میده. اگر بخوایم یه مقداری فنی‌تر صحبت بکنیم، اینجوری میتونیم تعریف بکنیم که وضعیت فعلی چنل ما رو تبدیل میکنه به وضعیت پاسخ داده شده. خب هر کدوم از این دستوراتی که با هم دیگه قراره بررسی بکنیم یک سری خروجی رو به ما برمیگردونن. این خروجی ها بعضی وقتا بسیار بسیار پرکاربرد هست و بعضی وقتا واقعا کاربردی نخواهد داشت. دستور انسر هنگاپ جزء هم دستوراتی هستش که خروجیشون زیاد به درد ما نمیخوره. در هر صورت اگر خروجی این دستور عدد صفر بود، یعنی که با موفقیت تونسته این تبدیل وضعیت رو انجام بده، و اگر منفی یک بود، معنیش اینه که با شکست مواجه شده. خب این دستورات درسته که دستورات AGI هستن، ولی اگر یادتون باشه من بهتون گفتم که ما به واسطه کتابخونه PHP AGI میخوایم با این دستورات کار کنیم. اجازه بدید من الان اون کتابخونه رو باز بکنم، دستور انسر رو توش پیدا بکنم تا بهتون نشون بدم که این دستورات چه شکلی توی اون کتابخونه کار میکنه. خب توی فولدری که مربوط به پکیج آموزشیمون هستش، فایل phpagi.php رو باز میکنم، یه کنترل F میزنم و انسر رو جستجو میکنم. خب همون جوری که الان اینجا میبینید فانکشن انسر. خب
تو خیلی خوبه که با این فایل آشنا بشین. یک سری از دستوراتی رو که من تو این پکیج قرار نیست بهشون بپردازم رو خودتون میتونید توی این پکیج پیدا بکنید و در صورت لزوم ازش استفاده بکنید. معمولا اینجوریه که قبل از هر فانکشن یک توضیح میده، اگر پارامتر قراره به اون فانکشن پاس داده بشه اون پارامترها رو براتون توضیح میده، و در نهایت اگر قرار باشه چیزی رو برگردونه تو قسمت ریترن شما بهتون میگه که چی رو برمیگردونه. مثلا الان یک خروجی این دستور یک آرایه هستش که عضوی از آرایه به اسم ریزالت اگر صفر باشه یعنی ساکسس انجام شده، یعنی با موفقیت تونسته تبدیل وضعیت رو انجام بده، و اگر این عضو از آرایه منفی یک باشه مقدارش یعنی که با شکست مواجه شده. خب برگردیم سراغ فایل پاورپوینتمون. خب دستور بعدی هنگاپه. در حقیقت میاد یک کانال مشخص رو به وضعیت هنگاپ منتقل میکنه. اگر کانال مشخص نشه برای این دستور، کانال فعلی رو هنگاپ میکنه. باز یک مقداری یک سری دیتا به عنوان خروجی به همون برمیگردونه. بریم دوباره توی کتابخونه و دستور هنگاپ رو یا عبارت هنگاپ رو جستجو کنیم. خب همونجوری که اینجا میبینید میگه که hangup the specified channel، میاد یک چنل مشخصی رو، خب دوستان ببخشید من موبایلم رو سایلنت نکرده بودم، اجازه بدین همین الان سایلنت بکنم، عذر میخوام. خب همونجوری که اینجا نوشته hangup the specified channel، میاد یک کانال مشخصی رو که شما به عنوان آرگومان بهش میدین هنگاپ میکنه، یعنی وضعیت اون کانال رو به هنگاپ تبدیل و وضعیت رو به هنگاپ تغییر میده. اگرم هیچ پارامتری به این متد پاس ندید کانال فعلی رو هنگاپ میکنه، و در نهایت هم باز یک آرایه به عنوان خروجی برمیگردونه که عضوی از اون آرایه به اسم ریزالت اگر یک باشه معنیش ساکسس بودن هنگاپه، و اگر منفی یک باشه معنیش فیلر بودن یا حالا با شکست مواجه شدن توی عمل هنگاپه. اما خب نکته ای که هستش اینه که واقعا شما به خروجی این دو تا دستور 99% مواقع به هیچ عنوان احتیاج پیدا نخواهید کرد. بریم سراغ دستور بعدی. من مثال حل نمی کنم از دستور انسر و هنگاپ، چون هم قبلا مثالی حل کردیم هم تمام مثالهایی که از امروز بخوایم حل بکنیم و پیاده سازی بکنیم همشون توشون این دوتا دستور به کار رفته. دستور وربوس در حقیقت متغیر مسیج رو دوتا پارامتر میگیره. متغیر مسیج رو که میتونه یک تکست یک عبارت باشه به کنسول استریسک ارسال میکنه. همونجوری که تو دوره دالپلن بهتون گفتم در حقیقت وربوس استریسک چندین لول یا مرحله داره، 7 مرحله داره. از مرحله 1 تا مرحله 7 شما میتونید بهش دیتا ارسال بکنید. این یعنی چی؟ یعنی که اگر من لول رو برابر 1 قرار بدم، این متن توی اولین لول از وربوس من قابل مشاهده هست. اگر لول رو 2 بذارم معنیش اینه که این مسیج من یا این عبارت من دیگه تو لول 1 قابلیت مشاهده نداره و فقط توی لول 2 به بالا قابلیت مشاهده داره. حالا با یه مثال الان اجازه بدین این رو با هم دیگه حل بکنم. من توی پکیجی که در اختیارتون قرار دادم یک پوشه‌ای هستش به اسم ویپینگ آندرلاین سامپلز. تمام دستوراتی رو که با هم دیگه بررسی میکنیم و مثالی ازش حل میکنیم رو در قالب یک فایل PHP براتون آوردم. الان در مورد دستور وربوس داریم صحبت میکنیم، میرم سراغ این فایل.
خب این فایل یا این اسکریپت AGI چی میگه به ما؟ خط اول که دارم اون کتابخونه PHP AGI رو اینکلودش میکنم، خط دوم دارم به مفسر PHP میگم که تمامی ارورها و نوتیفیکیشن ها رو برای من ریپورت کن و لاگ بنداز. حالا چه شکلی به این لاگ دسترسی پیدا خواهیم کرد؟ تو قسمت دیباگ AGI بهش میرسیم. دستور بعدی دارم یک اینستنس از کلاس AGI ایجاد میکنم و در حقیقت تو خط بعدی دارم انسر رو انجام میدم. تو خط بعدی با استفاده از دستور وربوس یک عبارتی رو میخوام به وربوس استریسک منتقل بکنم. اگه دقت کرده باشین من پارامتر دوم رو ندادم. زمانی که پارامتر دوم مشخص نمی کنیم، یعنی که این عبارت از اولین لایه وربوس قابلیت مشاهده داره. خب و در نهایت هم من چنل رو هنگ آپ می کنم. بسیار خوب، اگر موافقین بریم با هم دیگه یک مثال رو پیاده سازی بکنیم و این متد وربوس رو با هم دیگه یه تستی بگیریم. خب من برای اینکه بتونم AGI رو اجرا بکنم اول از همه با استفاده از نرم افزار VNCP متصل میشم به سرور ویپم، وارد مسیر ور لیب استریسک AGI بین میشم و این AGI خودم به اسم verbose.php رو منتقل میکنم به این مسیر، همون مسیر پیشفرض AGI ها. اولین کاری که انجام میدم اینه که وارد سطوح دسترسی این فایل میشم و دسترسی های لازم رو میدم. از اونجایی که یادتون باشه گفتم از اونجایی که ما تو محیط تمرین هستیم همون عدد 777 یعنی دسترسی کامل رو به فایل هامون میدیم که خیالمون راحت باشه فایلمون دسترسی های لازم رو داره، منتها تو محیط های عملیاتی نباید دسترسی های بیش از حد و بیشتر از اون سطوحی که لازم داریم رو به فایل ها بدیم. خب اشکال نداره، پس ما الان تو محیط تمرین هستیم و سطوح دسترسی رو 777 میذاریم. خب من برای اینکه بتونم این AGI رو اجرا بکنم وارد extension underline custom.conf میشم، فایل extensions underline custom.conf و به واسطه یک خط دایاگلن این AGI رو فراخوانی میکنم. خب همونجوری که میبینید من یک کانتکست دارم به اسم ویپینگ، این کانتکست ویپینگ رو توی کانتکست from internal اینکلود کردم. برای چی؟ برای اینکه بتونم به واسطه یک سافت فون به محتویات این کانتکست دسترسی داشته باشم، یعنی خیلی راحت بگم با سافت فونم بتونم اکستنشن 110 رو شماره گیری بکنم که از اونجا این AGI فراخوانی بشه. بسیار عالی، اجازه بدیم من اینجا نرم افزار پوتی رو هم باز بکنم تا به کنسول استریس متصل بشیم و AGI مون رو بتونیم تست بگیریم و نتیجهش رو ببینیم. قراره که به واسطه دستور وربوس ما تو کنسول استریس تو وربوس بتونیم یک متنی رو ببینیم دیگه. من تو دوره دارپلن یادتون باشه بهتون گفتم این وی هایی که ما اینجا میذاریم این تعداد در حقیقت مشخص کننده لایه وربوس هست، یعنی اگه من یه وی بذارم وارد کنسول استریسک میشم با سطح دسترسی به اولین لایه وربوس، اگه دو بذارم یعنی که تا لایه دو دسترسی دارم، 3, 4, 5 همینجور به بالا. خب من با یه دونه وی وارد کنسول استریسک میشم. خب سافت فون رو
میارم بالا، یه داخلی روش رجیستر شده به اسم 412 و اکستنشن 110 رو شماره گیری میکنم. انتظار دارم وقتی که این اکستنشن رو گرفتم AGI من اجرا بشه، کانال من انسر بشه، توی وربوس یک متنی رو ببینم و بعد چنلم هنگاپ بشه. اجازه بدین شماره گیری کنیم. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. ما الان هیچ اروری رو اینجا نمیبینیم. من اگزیت میکنم و وارد استریسک، وارد کنسول استریسک با وربوس های بالاتر میشم که ببینم مشکل چیه. دوباره 110 رو میگیرم. Your call cannot be completed as dialed. Please check. مشکل اینجاست که الان انکودینگ این فایل ما ریخته به هم. حالا تو بحث دیباگ بهتون میگم، فقط در این حد بهتون الان میگم که من این فایل رو الان با نوت پد باز میکنم، سیوش میکنم، میبندم، تموم. این انکودینگ این فایل درست خواهد شد. دوباره اگزیت میکنم، وارد کنسول استریسک با لایه وربوس یک میشم و با استفاده از استاف فون اکستنشن 110 رو شماره گیری میکنم. خب اینجا رو نگاه بکنید، verbose.php نوشت testing verbose method، دقیقا همون جمله‌ای که ما میخواستیم بنویسیم. خب من برای اینکه این جمله یه ذره مشخص‌تر بشه تو کنسول، میام چند تا ستاره اول و آخرش میذارم، یه مقداری گنده‌ترش میکنم، این رو سیو میکنم. البته ما الان باید این فایل رو دیگه ویرایش میکردیم. بله چند تا ستاره میندازم. بسیار عالی، سیو میکنم و بعد با استفاده از سافت فون دوباره تست میگیرم. بزنم چند تا اینتر بزنم، اکستنشن 110. خب خیلی راحت میبینیم که این پیام یا این عبارت توی وربوست لایه یکم قابلیت مشاهده داره. خب یک به بالا، یعنی 2, 3, 4, 5, 6, 7، من اگزیت میکنم، وارد استریسک میشم با چند تا وربوست بالاتر، یعنی چند تا لایه بالاتر، 110 رو دوباره میگیرم. بازم باید بتونم ببینم. ببینیم اطلاعات بیشتر داره استریسک بهم میده، ولی باز اینجا متن رو که من وربوست به وربوست ارسال کردم دوباره دارم میبینم. خب حالا برمیگردیم تو فایل، اینجا پارامتر لایه رو، لایه وربوست رو مشخص میکنیم. من میگم از لایه 3 قابلیت مشاهده داشته باشه. این رو سیو میکنم، از استریسک کنسول میام بیرون، دوباره وارد میشم، این دفعه با یه دونه وی، یعنی وارد کنسول استریسک میشیم با سطح دسترسی به اولین وربوس، اولین لایه وربوس 110 رو شماره گیری میکنم. خب میبینیم که چیزی ندیدیم، دوباره خارج میشم، میرم با دو تا وی میام، بازم نباید ببینیم 110، چیزی ندیدیم باز، یعنی اون متن رو که انتظار داشتیم پخش چاپ نشد. خب من ببخشید چند تا اینتر زدم، اگزیت میکنم، با سه تا وی میام. این دفعه دیگه انتظار دارم وقتی شماره گیری میکنم متنم رو بتونم ببینم. بسیار عالی. اینجا رو اگه دقت بکنید از میبینیم که متن ما، عبارت ما به وربوس منتقل شده و قابلیت دیدن داره. دیگه از 3 به بالا الان قابلیت دسترسی داریم. وربوس رو جز اولین دستورات آوردم. دلیلش اینه که شما به واسطه این دستور خیلی خوب میتونین AGI های خودتون رو دیباگ بکنین و مشکلات نرم افزاریتون رو پیدا بکنین. حالا جلوتر به این قضیه میرسیم که چه شکلی از این وربوس استفاده میکنین. خب
اگر موافقین بریم سراغ دستور بعدی. خب اینم فایل پاورپوینتمون. دستور بعدی در حقیقت دستور نیست، یک پراپرتی، یک آرایه است از متغیرهایی که در زمان عمل AGI asterisk AGI منتقل میکنه. حداقل 19 داده منتقل میشه. من با 19 تاش کار ندارم، چند تا از متغیرهای پرکاربرد رو آوردم براتون. چند تا از ارزم به خدمتتون متغیرهایی رو براتون آوردم که توی سناریوهاتون ممکنه بهش نیاز داشته باشید. خب AGI Underline Channel مقدار کانال فعلی رو مشخص میکنه، یعنی اسم، یعنی اون عبارت کانال رو مشخص میکنه. AGI Language زبان استفاده شده در کانال. AGI Type تکنولوژی استفاده شده در کانال فعلیتون. Unique ID, Color ID, Color ID Name, DNID, Context, Extension, Priority و AGI Underline آرگومان یک. اولین آرگومان میتونه باشه، اضافه بکنیم AGI Underline آرگومان دو. حالا این آرگومان چیه؟ در حقیقت اگر یادتون باشه بهتون گفتم موقع فراخوانی AGI شما میتونید یه سری آرگومان ها رو دستی به AGIتون پاس بدین. دو جور به اون آرگومان ها شما دسترسی خواهید داشت. اولین نحوه دسترسیش با استفاده از همین آرایه ریکوسته. خب اگر موافقید بریم سراغ فولدر و پکیجمون ویپینگ سامپلز و ارزم به خدمتون request.php رو باز کنیم. خب ببینید من چی کار کردم. این چهار تا خط که مشابه همون چهار تا خط فایل قبلی توضیح نمیدم، من اومدم اینجا با استفاده از دستور AGI request کروشه باز، توش AGI Underline Type، بعد کروشه بسته، در حقیقت مقدار متغیر AGI Type که تو کانال من الان وجود داره رو ریختم توی متغیری به اسم Type. خب این AGI Type چی بود؟ گفتیم Type نو تایپ کانال فعلیمون، کانالی که الان وارد AGI شده، دهدی، سیپ، ایکس، هر تایپی که داره. خب من اون تایپ رو به واسطه پارامتر ریکوست دارم میریزم توی یک متغیری به اسم تایپ. دستورات بعدی هم دارم پارامترهای بعدی رو میریزم توی یک سری متغیر. یونیک آیدی، همون جوری که تو دوره دالتلن یادتون باشه هر کانال یه یونیک آیدی داره، اون یونیک آیدی رو دارم میریزم تو متغیر یونیک آیدی. کالر آیدی مو دارم میریزم تو متغیر کالر آیدی. کالر آیدی نیمم رو دارم میریزم. دی ان آیدی، شماره‌ای که گرفتیم، دارم میریزم توی متغیر به اسم دی ان آیدی. از چه کانتکستی وارد AGI شدیم؟ ویپینگ اگه یادتون باشه از این کانتکست اومدیم، اون رو دارم میریزم تو متغیر کانتکست. از چه اکستنشنی اومدیم؟ 110. از چه پرایوریتی اومدیم؟ اگه یادتون باشه پرایوریتی 1. و اولین آرگومانی که پاس داده شده به این AGI چی هست؟ اون رو دارم میریزم توی متغیری به اسم ARG underline 1. اگر دقت بکنید ما اینجا هنوز هیچ پارامتری، هیچ متغیر به عنوان آرگومان ندادیم به AGI. کافیه من اینجا یه و بذارم و اینجا بنویسم مثلا VoIP dash VoIP. خب الان عبارت VoIP dash VoIP به عنوان اولین آرگومان داره پاس داده میشه به این AGI. منتها ما اسم AGI ما قرار بشه request، دیگه verbose نخواهد بود. اینو میکنم request.php، ذخیرش میکنم و با استفاده از نرم افزار پوتی دالپلن خودم رو ریلود میکنم.
دیال پلن ریلود. بسیار عالی. خب اجازه بدین یه اگزیت بکنم دوباره وارد کنسول بشم. خوبه. حالا وقتشه که این AGI رو یعنی request.php رو ادامه فایل رو ببینیم با هم دیگه چیه. من هر کدوم از این متغیرهایی رو که گرفتم حالا با استفاده از دستور وربوس دارم توی کنسول استریس، توی وربوس استریس دوباره چاپشون میکنم. به همین راحتی من یه سری متغیرها رو پس با استفاده از دستور request ریختم توی سری از متغیرهای محلی PHP، اون متغیرها رو دارم به عنوان یک عبارت میدم به دستور وربوس. لول وربوس رو هم مشخص نمی کنم، یعنی از اولین سطح وربوس قابلیت مشاهده دارند. بسیار عالی، فقط کافیه که من این فایل رو درگ اند دراپ بکنم به محل AGI های خودم request.php. اولین کار سطح دسترسی رو درست میکنم و میریم برای تست. خب 110 Your call cannot be completed as dialed. باز همون مشکلی که قبلا به وجود اومد. من این رو با نوت پد معمولی باز میکنم، سیوش میکنم، میبندمش. دوباره 110 رو بذار اینجا، چند تا اینتر بزنم. 110 رو دوباره شماره گیری میکنم. خیلی خوب، خیلی هم عالی. ببینید چه اتفاقی افتاد. بذارید من یه ذره خلوت بکنم صفحه رو. احسنت. خب اول از همه تایپ رو واسه من چاپ کرده، میبینید؟ خب تکنولوژی من سیپه، یعنی تایپ کانال فعلی من سیپ هستش. بعد متغیر بعدی که برای من چاپ کرده تو وربوس یونیک آیدیه. بعدی کالر آیدیه. کالر آیدی در حقیقت میشه این داخلی من 412 بود. بعدی کالر آیدی نیمه. من خوبه که اجازه بدیم با استفاده از 192, 168, 50, 60 میخوام برم color ID name رو عوض بکنم. وارد سرور ایزابل هم میشم. admin password. یه virtual machine توی pbx, pbx configuration. داخلی 412 دارم. اجازه بدین دیسپلی نیمش رو بکنم مثلا یزدیزاده. اینجوری کالر آیدی نیم من عوض خواهد شد. سابمیت میکنم. اپلای کانفیگ و در نهایت اجازه بدین بروزر ها رو من همه رو دیگه ببندم این پایین. یه ذره خلوت بشه. بسیار هم عالی. خب من میام دوباره اجرا میکنم این AGI رو. اجازه بدیم چند تا اینتر بزنم. 110. خب برگردیم ببینیم چی شد. خب تایپمون که سیپ بود، این یونیک آیدی چنلمونه، این کالر آیدی نامبرمونه که از داخلی 412 شماره گیری شده، کالر آیدی نیم هم شد یزدیزاده. خب این دی ان آیدی چه شماره رو گرفتیم؟ 110. خب از چه کانتکستی اومدیم؟ کجا رفت؟ فرام اینترنال. ولی نکته چیه؟ اینجا من تو دالپلن باز دوره دالپلن گفتم این نزایا رو، خیلی کوتاه دوباره میگم. ببینید در حقیقت ما کانتکست ویپینگ رو ایجاد کردیم، منتها این کانتکست رو اینکلود کردیم توی from-internal-custom.
توی فایل اکستنشن های من، اکستنشن ادیشنال من که مربوط به فریپد ایکس من میشه، در حقیقت این کانتکست خودش اینکلود شده توی فرام داش اینترنال و در نهایت یه کانتکست فرام داش اینترنال رو استریسک داره اجرا میکنه. در حقیقت کانتکست به اسم وایپینگ رو الان اجرا نمیکنه، به خاطر همینه که فرام داش اینترنال رو شما اینجا مشاهده میکنید. اما آیا راهی داره که ما بگیم آقای استریسک کانتکست من وایپینگ؟ بله، حالا جلوتر با هم دیگه این قضیه را هم انجام خواهیم داد. برگردیم به مثال خودمون فعلا. خب کانتکست هم فرام اینترناله، از چه اکستنشنی اومدن؟ اکستنشن 110 در حقیقت همون دی ان آی دی من بود و پرایورتی شماره 1 و آرگومان، اولین آرگومان. اگر یادتون باشه ما اومدیم اینجا یه آرگومان بهش پاس دادیم، یه عبارت ویپ داش ویپ رو بهش پاس دادیم. اینجا با استفاده از این دستور اون متغیر یا اون آرگومان رو ریختیم توی یک متغیر محلی، اون متغیر محلی رو انداختیم تو وربوس و در نهایت اون ویپ داش ویپ رو شما اینجا دارین مشاهده میکنید. بسیار عالی. یه ذره ویدیو طولانی شد، احتمالاً خسته شدید، ولی ازتون تقاضا دارم قبل از اینکه ویدیوی بعدی رو ببینید حتماً تا اینجا تمرین بکنید. این سه تا ویدیو رو که تا الان دیدید، ویدیو شماره 1، 2 و 3 رو خوب ریویو بکنید، خوب تمرین بکنید. از این به بعد یک مقدار تسلط بیشتری دوستان نیاز هستش. خب این تسلط هم فقط با تمرین حاصل خواهد شد. همین مثال هایی رو که با هم دیگه زدیم و خودتون پیاده سازی بکنین، متغیرها رو عوض بکنین، جابجا بکنین، لول های وربوس رو جابجا بکنین، هی حالت های مختلف رو برای خودتون پیاده سازی کنین، تست کنین، یه مقداری مسلط بشین تا وارد دستورات بعدی بشین. خیلی ممنون که نگاه کردید. آرزوی موفقیت دارم براتون. فعلا خدا حافظ.